کشتار یعنی از حیات محروم ساختن انسان سنگین ترین جنایت به حساب رفته. متاسفانه گاه اشخاص بدکردار و جنایت پیشه اندیشه نمی نمایند که پاداش چنین عمل و کردار برایشان سخت و گران می افتد. سه جنایت آدم کشی که در ماه دکمبر سال 2020 در حدود شهر حصار رخ دادند به طور فوری از جانب کارمندان میلیسیا آشکار گردیدند. در دهه لنگری پایان شهر حصار بر اثر جنایت مخصوصا وزنی قصدانه یک نفر به هلاکت رسید. مقامات تفتیشاتی این کردار دهشتناک را به شهروند حلیموف عبدالرحیم سال تولدش 1959 استقامت کننده دهه مذکور نسبت میدهد. انگیزه جنایت تابش بدبینی خانوادگی داشته، میان او و همسرش در نتیجه مناقشه به عمل آمده است. حادثه جنایت سنه 22 دکمبر سال 2020 تخمینا ساعت 17:30 دقیقه رخ داده است. نامبرده در داخل منزل استقامت ماتیاش واقع در دهه ذکرگرده با همسرش امید و صالحا مناقشه نموده، دشنام های قبه سبب در افتادن شوهر به آخرین گردیده است و در نتیجه گومبر جنایت همسرش را با دستانش بوقی کرده به هلاکت رسانیده است. حادثه دیگری به این مانند که از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار به قید گرفته شد، واقعا باعث نگرانی و تشویش است. شهروند میرزامیدینوف بهریدین سال تولدش 1959 استقامت کننده دهه دهقان‌آباد، همسرش توشبک و پروینه سال تولدش 1987 را با سبب خیانت به او با یک بی‌رحمی مخصوص با استفاده از کارد به قتل رسانیده است. من نظم ما زندگی کنم مایل خیانت هم کردی دادانا موردی مایل هیچی دیمیم مایل چیزی گفتی برداشت کردم همین گپوی خویده خویده اهم جمعی بود بدری رایان تو پیشم افتوازن نه اینمی جایی که تو میشه تکسی همین عصبم دازده هم گیریم همین همه فهمید چلوک فهمید اپوش فهمید اپوش فردون کردن در جفتن دیگه توقات نکردم فرو آمدم از توست آمدم پیش خونم آنو بید تو که رو داری خونم همین گرده زدم شد با چی زدی شد؟ خورم بگیم با کورچا زد میشه. قید کردن ضرور است که عفت و پاکدامنی زن و مقدس دانستن ناموس و نفوذ آیله از مهمترین رکنهای زندگی است که با پایمال گردیدن یکی از این مقدسات بدبختی و فلاکت در زندگی ناگزیر خواهد گشت. این کشتاری بدخستانه نیز محض با همین عامل رخ داده، اکنون گومبر را ضرور است در نزد قانون پاسخ بگوید. اینچنین کارمندان میلیسیای شهر حصار شهروند آدینایف محمد سال تولدش 1994 استقامت کننده کوچه فردوسی شهر مذکور را برای صادر نمودن جنایت آدمکشی بازداشت نمودند. دستگیر شده سنه 26 دکمبر سال 2020 در روی نقاب کشیده با مقصد دزدی به منزل استقامتی همسایه خود رازیقا و آراسته وارد گردیده برای آشکار نگردن مقصدهای ناپاکش او را بوقی کرده به هلاکت میرساند. پس از به هلاکت رساندن جبر دیده انگشترین و گوشواره او را تصرف کرده باز حرکت های جنایتکاران خود را ادامه داده وارد منزل استقامتی جبر دیده میگردد. در این هنگام دختری نابالغ صاحبخانه که خواب بود او را نیز بوقی کرده میخواهد به هلاکت رساند. در نتیجه جبریده با او مقابلیت کرده نقاب او را از رویش میگیرد. جنایت پیشه به خاطر آن که جبریده او را نشناسد از جای حادثه ترک میکند. ای بردرما در است و درجه سخت شد. اوچا گفتم جواب ندادم یک چشما و کشادم که این سیاهی بری خیال کردم سیاهی لغت کردم. داد زدم هیچ کنه اما دهن و قپی دوی دهن و قپی. من خیستم قدیم و کدوم. اینو خیلی بای بابدن پا دانا قپید گریخ دانی جدیم که قپید دانا قپید که گاش نشد نشد بابای دست این دستش که درد آما یه شب بلوغ زدن باد گریخته نشد یه شب بلوغ زدن با قپید من نشد راست اینو که خیست مسکش کشیدو. عین حال وابسته به این سه دلیل جنایت آدمکشی پرونده جنایتی آغاز گردیده و کارهای تفتیشاتی ادامه دارد.